آقای یفتلی سلام، وقت ما بخیر. سلام تخت می کنم به شما و بیننده هایی که فعلا بیننده برنامه شما هستند. سلامت وزی. آقای یفتلی پیل به لدی څخه وکړو لکه لرسی چې دغه د سولې پروسه پیل شوې ده. څومره د ښځو غوښتنې په دغه بهیر کې منل شوي او بیا څومره له دوی څخه پوښتنې شوي دي چې ګواکې دوی څه غوښتنې لري او څه حقونه به د دوی خوندي وي تر دې دمه؟ تشکر میکنم. تقریبا از دو سال گذشته زمانی که مذاکرات امریکایی ها با طالب ها شروع شد، از اون زمان مبارزات و فعالیت های زن ها در افغانستان شدت گرفته و از آن زمان تا حالا در موارد مختلف، در اعلامیه های مختلف، میزهای گرد مختلف، کنفرانس های مختلف و دیدارهای مختلف که ما با رهبری حکومت داشتیم و همچنان با کشورهای زیردخل در قضیه صلح افغانستان داشتیم، ما پیشنهادات مشخص خود شریک ساخته بودیم که مثلا زن های افغانستان خواهان افز چی ها در مذاکرات صلح می باشند، کدام موارد خطوط صلح بر زن های نه تنها بر زن های افغانستان، بر موارد افغانستان است که او باید در اجندا گنجانیده شود و بعد از اون من حیث یک خط سرخ در زمان مذاکرات، زمانی که تصمیم گرفته میشه به خاطر نهایی سازی مذاکرات سال و زمانی که نتیجه قرار به دست بیاید، در اون زمان این خواستا، این نگرانی ها و این پیشنهادات باید مد نظر گرفته شود و من مطمئن استم زمانی که ما به طرف تفاهم نامه و یکی کمو امضای تفاهم نامه با گروه طالبا میریم، طبعا نظرپرسی از زنهای افغانستان و که چقدر موافق هستند با محتوا و فهوای او تفاهم نامه یکی از موارد عمده و اساسی است که بدون ازی، بدون در نظر گرفتن خواستهای زنهای افغانستان، من فکر میکنم که یک صلح پایدار، یک صلح دائمی و سرتاسری نمیتونه که در افغانستان ممکن شود. آقای یفتلی په تیوری کې ډیر ښه دی، خو په عمل کې یو څه ستونزې لري، ځکه چې دلته یوازې د طالب ډله نه ده چې موږ مثلا یوازې په دوی باندې اعتماد وکړي، دلته القاعده دي، داعش دي او نورې مخالفین ډلې هم دي، کیدای شي چې په هغوی باندې هم حساب وشي؟ از آن جایی که مذاکرات فعلی رسما میان مردم افغانستان و گروه طالبا است، پس طبعا تقاضایی هم که خواسته میشه، اما پیشنهاد هم که قرار است شریک ساخته شود، پیشنهاد هم به این دو طرف شریک ساخته میشه. دو طرف یعنی مردم افغانستان که حکومت افغانستان است و گروه طالب هاست. فعلا گروه های دیگه جنایتکار که در افغانستان فعالیت میکنن، همیشه عملات انجام دادن، چون اونا شامل قضیه نیستن، ما نمیشه که از اونا درخواست شوه و یا ای که خواست مشخص بر از اونا طرح شود. فعلا دو طرف قضیه امیدو گروستان و خواستای مشخص هم برمیگرده به امیدو گرو و در پالویش کشورهایی که در قضیه افغانستان بشموله ملل متحد، سایر کشورهایی که زیده خلصن، کشورهای منطقه و کشورهای جهان، اونا هم کسایی هستن که در طول دو سال گذشته و بخصوص همیشه نگرانی ها، پیشنهادات امرشان شریک ساخته شده و ما فکر میکنم اگر ما از یک گروه دیگه حالا تقاضا میکنیم که شما این موارد در نظر بگیرید، چون اونا طرف قضیه نیستن، به نظر ما زیاد یک خواست منطقی و شمرده نمیشن. آقای یفتلی یعنی څه فکر کوئ چې ته وضعیت په کتو سره کوم حقونه چې ښځې غواړي ورته ورکړل شي، مثلا په سیاسي ډګر کې کار کول، سوداګریزه برخه کې، عامه پوهاوي برخه کې، دغه ټول مسایل؟ طبعا و مطمئن یقیناً که زمانی که مذاکرات رسمی شروع میشه، زمانی که خواستهای دو طرف در میان گذاشته میشه، موضوع مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زنان یکی از موارد است که باید شامل آجندا شوه و ای که چقدر طرف میخواید به این موضوع یعنی دلچسپی نشان بده و میخواید که بپذیره وضعیت فعلی را، یکی از موارد است که تا حال نگران کننده بوده و تا حال یک موضع دقیق و روشن هم در این قسمت نداشته گروه طالبان، به خاطر که ما دیدیم
که در طول دو سال گذشته مجالس مختلفی که بود از زمانی که مصاحبه هایی که با نماینده های گروه طالبان میشد همیشه یک موضوع را اونا تاکید میکردن و اون بود که ما میخواهیم یک نظام اسلامی را در افغانستان یعنی تطبیق کنیم که در او همه مردم جایگاه خود را پیدا کنن و زنا هم میتونن در اون نظام جایگاه خود را پیدا کنن. الان این زمان نیاز داره، زمانی که مذاکرات رسما شروع شود، مذاکرات رسمی آجنده مشخص شود که بالای کدام موارد کدام موضوعات قرار در آجنده بحث شود و من مطمئن هستم که موضوع حقوق زنها و حقوق نه تنها حقوق زنها، حقوق تمام شهروندان افغانستان، حقوق اقلیت‌های قومی، حقوق کسایی که قربانی‌های جنگ بودند، حقوق جوانان، یا اما موارد باید در آجنده گنجانیده شود و اون زمان است که ما میتونیم یک برداشت از ذهنیت گروه طالبان داشته باشیم که هدف از اونها بالاخره از تامین نظام اسلامی و پیدا کردن جایگاه همه شهروندان در تحت از این نظام چی است. به نظر من تا ما زمان نیاز داریم، چون هیچ پاسخ مشخص در این قسمت را نشده، شریک ساخته نشده و این برمیگرده، یعنی ما باید منتظر باشیم تا اینکه بالاخره تفسیر و توجیه خود طالبان را از این مقولهشان داشته باشیم. لوی اندیښنه د ښځو البته د خپلو حقونو په برخه کې له کوم مواردو څخه ده چې ګواکې دا به د طالب له راتګ وروسته خوندي وي او کنه؟ خب این موضوعات است که ما فکر میکنم نیاز داره به زمان تا اینکه مذاکرات رسما شروع شود، ولی تجربه را که ما داریم، خاطرات تلخ را که از زمان حاکمیت طالب ها در افغانستان داریم که حدود 20 سال گذشته را اگر ما در نظر بگیریم، در اون زمان یعنی سالهای 96 تا سال 2000 که امو وضعیت را که زنها در اون زمان داشتن به هیچ نوع از حقوقشان دسترسی نداشتن، مثلا حق تعلیم و تربیه را نداشتن، کار نداشتن، حق مشارکت سیاسی را نداشتن، حق مشارکت اقتصادی را نداشتن. اگر ما امو ذهنیت داشته باشیم، حالا ما میخواهیم که این واضح شود که چقدر ذهنیت طالب ها تغییر کرده. آیا طالبه که امروز میگه که ما یعنی سالهای گذشته 20 سال پیشتر بعض اشتباهات را مرتکب شده بودیم که نباید میشیم، آیا ذهنیت از اونا تغییر کرده و یا ای که اسلام نظام اسلامی را که طالب ها میخواین در افغانستان باشند، که من فکر میکنم فعلا هم در قانون اساسی افغانستان نظام جمهوری اسلامی افغانستان ما داریم که از این لحاظ زیاد زیاد تغییرات و من فکر میکنم نیاز نیست و زیاد آنچه را که طالب ها میخواه و آنچه را که فعلا میخواه، چون تمام موضوعات فعلا به اساس شریعت اسلام و در افغانستان تنظیم شده، مثلا قوانین تنظیم میشه، هیچ قانون نمیتونه برخلاف شریعت اسلامی باشه و همچنان سایر موارد، مثلا ما مادای مشخص در قانون اساسی داریم، ولی ای که فعلا برداشت از اونها از نظام اسلامی چی است؟ نظام اسلامی را میخواین که یعنی در سالهای 20 سال پیش در افغانستان خودشان آورده بودن، یک نظام خودساخته که مثلا هم تفسیر را خودشان از اسلام داشته، یا نظام اسلامی را میخواین که امروز در اکثریت کشورهای اسلامی مثل اندونزیا، مالزیا، قطر و سایر کشورها فعلا وجود داره و اما وضعیت که در او کشور هست فعلا در افغانستان هم است و ایج نوه من فکر میکنم یعنی کدام نوه تفاوت بسیار بزرگ در بین نظام اسلامی فعلی و نظام اسلامی که در سایر کشور هست وجود نوه. یعنی در طالبان و تیر کنن تا پاکه تو سره او در چی دوی دیر پا فشاری پا اسلامی نظام باندی لری او یا هم پا مختلط محیط که در خزو پر کارکولو باندی فکر کوی چی کچی دی طالب رازی او سوله کوی دخی جازه بخزو تاور کردی لی چی لکه اوسانه نظام دوی فعالیت ولی پا سیاسی دگر که مثلا پا اوسانه نظام که خزی وزیرانی دی رئیسانی دی سوداگری برخه که کار کوی دخم مسائل. زمانی که تفاهمنامه سیاسی به خاطر صلح در افغانستان امضا میشه و طالبان هم شامل میآیند در میان مردم افغانستان و شریک قدرت میشن، به نظر من این تمام موارد را که شما میگین، مشارکت زنها، حضور زن به حیث وزیر، به حیث نماینده مجلس، به حیث سفیر و اینکه مشارکت زنها در سایر موارد، همه موضوعات پذیرفته شده است و امروز اما قسمی که مردم افغانستان مردم 20 سال پیش نیست، زنهای افغانستان زنهای 20 سال پیش نیستند، اونا عقب درد قبول کنند و بخواهند که دوباره به 20 سال پیش بر بگردن. امروز ما زنهایی را داریم که از لحاظ تخصص، توانایی، دانش و تجربهشان اونا به مراتب یعنی موقفشان بلندتر از مردا در جامعه هستند. پس به این صورت دیگر
زنهای افغانستان این را قبول نمی کنند و نه خاص مردم افغانستان است و نه خاص جامعه جهانی است که زنها عقبگرد 20 سال پیش داشته باشند. دغه وځي خبره ده چې خزي په اوس وخت کې ډیر پرمختګ کړی کوم غوته سګورو اوس منګه خپل په مذاکراتي ټیم کې یعنی مرکچی پلاوي کې خزي لرو د حیات پتوګه خو کته چې طالبان ته ګورو طالبان تر اوسه داسې به پرمختګ نه کړی دوی مثلا په مرکچی پلاوي کې وخت زه هم نه لري د دوی د خزي حضور په خپل مجلس کې حتی پستر هم نه لیدل کېږي څنګه کېدل شي په طالب باندې باور وشي خب ما میشیره گفتیم و بالاش تاکید کردیم که بالای طالب ها اجنا و اعتماد وجود نداره. مثلا یکی از موارد که من فکر میکنم اما عدم اعتماد نشان میده و این بود که زمانی که قانون آمریکا با طالب ها قرار بود امضا شود و زمانی که امضا هم شد یکی از شرط ها اما کاهش خشونت ها بود. ولی در زمان ما متاسفانه دیدیم که خشونت ها بر علاوه که کاهش پیدا نکرده بود افزایش پیدا کرده بود و این نشان دهنده عزیز که هیچ نوع تضمین و اعتماد بالای طالب ها وجود نداره ولی آنچه که ما بالاش مطمئن هستیم و آنچه را که ما میتونیم خود تضمین کنیم اویست که ما امروز در جایگاهی قرار داریم که مثلا هیچ کسی اما قسمی که طی 40 دهه جنگ ما اعضاب چپ و راست و مثلا حکومت از حکومت اسلامی و طالب و نظام فعلی را تجربه کردیم همیشه زنهای افغانستان مبارزاتشان ادامه داشته و جایگاهی را که امروز زنهای افغانستان داره یک موضوع را نباید فراموش کنیم که بسیار ساده و آسان به دست نیامده مثلا یک تعداده که همیشه ادامه میکنن که این یک مثلا غربی هایی را در افغانستان این وضعیت حقوق زن و جایگاه زن این نتیجه عموم مبارزات بوده که زنهای افغانستان تای 4 دهه گذشته داشتن قربانی هایی را که زنهای افغانستان در 4 دهه گذشته از خود بجا گذاشتن و تمامش برمیگرده به عموم مبارزات، فعالیت ها و دادخواهی های خود زنها وقتی که ما در یک جایگاه قرار میگیریم که او برایند مبارزات خود ماست طبعا او را ایتگاه نمیخواییم با آسانی از دست بدیم و هیچ گروه، هیچ فرد و یا هیچ نظام نمیتونه که وضعیت زنها را دوباره به 20 سال گذشته سبق بوده و یک تغییر 180 درجه ای را در زندگی زنهای افغانستان بیاره هر گروه، یعنی هر نظام خاقلی افتلی چه دول حقون دوی غاری؟ هغه حقونه چې په کتاب کې دوی ته ورکړل شوي یعنی دغه حقونه د دوی تعریف شوي دي او کنه د دیموکراسي حقونه غواړي یکی که مثلا اگر ما امی اعلامیه اسلامی حقوق بشر را ببینیم در مورد اعلامیه اسلامی حقوق بشر موارد ذکر شده که دو همگیش حق کار زن، حق تحصیل زن، حق مشارکت سیاسی زن، حق مشارکت اقتصادی زن و حق مشارکت فرهنگی زن ذکر شده و مثلا وضعیت را که ما داریم ما تنها هدفم پوشش نیست که مثلا از لحاظ پوشش در چی وضعیت است که به چی شکل می باشه که موضوعات فردی و برمیگرده به خود فرد ما یعنی اعتقاد ما ایست که کسی همو نمیتونه که حق تداخل در حوزه خصوصی یا حریم خصوصی افراد نداره اینمی تمام موارد که بوده مثلا از زمان ظهور اسلام ای حقوق زنها داشتن مثلا مشارکت اقتصادی را اگر ما در نظر بگیریم مشارکت سیاسی را در نظر بگیریم و یا مشارکت اجتماعی را در نظر بگیریم همگیش بوده و این به نحوی از آنها یا مثلا در نصوص اسلامی ذکر شده پس من فکر میکنم وضعیت فعلی تناقض بسیار بزرگ و جدی با نظام های اسلامی و با نظام اسلامی نداره و همگی همه موضوعات که امروز در افغانستان است بخصوص مواردی که برمیگرده به زنها هیچ نوع تفاوت با آموزه های اسلامی و نصوص اسلامی نداره روان بهیر تا څومره هیله من یسته چې دا به بالاخره معقوله نتیجه ولری امروز آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه طالبان یک فرصت است یک فرصت بسیار خوب و طلایی به تمام شهروندان افغانستان است به خاطر که همگی مردم افغانستان تشنه صلح هستند و همگی ما صلح می‌خواهیم و امروز یعنی بالاخره بعد از 20 سال جنگ که طالب ها در افغانستان این جنگ وارد نموده بودن بالاخره اینمی مردم به طرف سال نزدیکتر شده میره و اینمی خودش یک فرصت از امروز شروع مذاکره ما امیدوارستم که هر دو طرف از این فرصت استفاده بسیار بهینه بکنن
یعنی هر دو طرف بعض انحطاط‌پذیری ها را در تقاضاهایشان داشته باشند. اگر قرار باشد که طالب ها سر چند موضوع و پیشنهاد مشخصشان تاکید کنند و از این طرف آیاتی که از حکومت افغانستان است اینا سر موارد مشخص زیاد بپیچند و تاکید کنند، من فکر میکنم در اون صورت این مذاکره به هیچ نتیجه نمیرسه و پس ما میریم دوباره به جنگ. پس خوب نیست، اما موضوع انتخاب بهتر امیز که هر دو طرف از این فرصت استفاده کنند تا ای که بالاخره این مذاکرات منتج به آمدن یک صلح دائمی پایدار و سرتاسری و صلحی که با عدالت باشه در افغانستان شود و تمام شهروندان افغانستان بالاخره و مو آرزوی دیرینیشان که زندگی نمودن در یک فضای مسالمت آمیز و صلح و دور از جنگ، انتحار و انفجار است و دور از دغدغه از دست دادن عزیزایشان است در همطور یک فضا زندگی کنند و بالاخره ما شاهد روز باشیم که دیگر یعنی دیگر هیچ تشویش و نگرانی از بابت جنگ و منازعه و خشونت نداشته باشیم. یعنی لوی اندیشنه د ښځو له دغو مذاکرات څخه څه ده؟ یعنی په کوم اجتماعي ژوند کې لوی تهدید دوی څه بولي چې که چیرې طالب راځي نظام کې یوځای کیږي؟ نگرانی ها وجود داره، یعنی ما نمیتونیم بگیم که نگرانی هیچ نیست. پس میگم پیشترم به شما گفتم وضعیت 20 سال قبل اگر ما در نظر داشته باشیم و امو زندگی را که زنها در او زمان چشیده بودن، لذت زندگی را که زنها در او زمان چشیده بودن، او واقعا یک نگرانی است که حتی یک زن اجازه نداشت که بدون داشتن محرم از خانه خود بیرون شود و حتی اگر مریض هم می بود نمیتونست که پیش دکتر بره تا یک محرم هم داشت نمی بود، چی برسه و دسترسی داشتن به سایر حقوقشان، حقوق شرعی و حقوق قانونی که هیچ نوع مشکل نیستد. ولی با آن هم نگرانی های وجود دارم، ولی آنچه را که من میخوایم بالاش تاکید کنم که یکی از موارد که ما میخواییم که اون مورد معامله و یایی که معامله سیاسی صلح قرار نگیره از طرف هر دو جناح، او امو حفظ فصل دوم قانون اساسی افغانستان است که مشخص بالای حقوق و واجب اتباع تذکر داره، صراحت داره و تمام موضوعات در رابطه با حقوق و مسئولیت ها و واجب شهروندان در او ذکر شده. یکی از مواردی که به نظر ما بسیار اصل است و در مذاکرات صلح من حیث خط سرخ باید پذیرفته شود اونمو فصل دوم قانون اساسی افغانستان است. ډیره مننه آغلی افتلی.